کارهای خودم با شما مطرح میکنم، نه اینکه بیام مثل کارهای خودم نشون بدم. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که من خیلی دوست دارم برای کسی که میخواد ببینه به عنوان شهروند هر کشوری وارد کشور دیگه میشه، چه ابعادی تو اون کشور دیگه هست که خیلی مهمه که بدونیم که بعد بتونیم بر اون اساس بتونیم تو اون کشور کار کنیم. یکی از کارهایی که من پیشنهاد میکنم اینه که در حقیقت شما اگر این اتاق رو پر از مروارید کنیم، بدون اون نخ که باهاش گردنبند درست میکنید اصلا بی‌معنی هسته. اون نخ رو هر جا رو زمین هم میبینی کسی بر نمیداره، ولی مروارید همه بر میداره. پس در حقیقت من میخوام در حقیقت به شما یه اپورتونیتی بدم که خودتون مروارید خود گردنبند خودتون رو درست کنید. یعنی به نتیجه من نمیرسم، فقط میخوام اونقدر مسائل مختلف هست که به صورت مروارید اینو متافوریکی دارم میگم، شما خودتون نکلس خودتون درست کنید. اون نخ همون ویزدم هست، همون اینتلکت هست. به طور کلی یه چیزی که من میخوام شروع من این باشه با این که اصلا ما های عنوان آرکیتکت یا پلانر چیکار میکنیم؟ یکی از کارهایی که میکنیم اینه که واقعا ما ریالیتی یه محل رو عوض میکنیم. فیزیکال، کالچورال، اکونومیک خیلی مهمه. بدونید که ما داریم ریالیتی رو یه جا عوض میکنیم، چه پروژه های کوچیک چه بزرگتر. در ضمن ما داریم یک نوع امکانات جدیدی رو که شاید قبلا نبوده به صورت خیلی خلاق مطرح میکنیم و این خیلی مهمه. میگن این کار خداست که فقط تنها کاری که میکنه اینه که پاسیبیلیتی های جدید به وجود میاره. به نوعی ماها به عنوان کریئتور یه نوع پاسیبیلیتی های جدید به وجود میاریم و همینطور بقیهش رو داریم میکنیم. که من میخوام بگم که میتونیم بگیم که به عنوان آرکیتکت یا دیزاینر ما میتونیم رول خیلی خیلی بالایی داشته باشیم، بالای پیرامید، یا میتونیم فقط یه چیزی باشیم که داریم ساختمون میسازیم یا آرکیتکچر میسازیم. و همینو همینطوری من ادامه دارم. و در ضمن در حقیقت شما یه ارزش‌های جدیدی رو برای یه محل یا یه محیط برای اوضاع دارید درست می‌کنید. نه اینکه بیاین مثلا مثل پروژه‌ای که شما دست چپ می‌بینید تو construct decoration، یا این دست راستی پروژه‌های مسخره‌ای که در دبی، اینا فقط یه فاد هست، یه چیزایی هستش که متأسفانه تو آرکیتکچر اینا داره به جاهای خیلی عجیب و غریبی داره میرسه. خیلی مهمه که بتونیم به اصطلاح دیفرنشییت کنیم بین real and non-unreal. یکی از کارهایی که آرکیتکت میکنه یک نوع آفرینگ داره عرضه میکنه، تقدیم میکنه به محیط. مثلا این کاری که میبینی کار کوپ هیملبلوم هست، این مثلا کاری که کردی میبینی که اون زمینی که وسط شهر بوده در این بوسان و قبلا میدون بوده، دیولپر میخواد پر کنه با سینما و نمیدونم مغازه و اینا، در نتیجه اون میدون داره از مردم اون شهر میگیره. این آرکیتکت کاری که میکنه بدون اینکه قبول داشته باشه این معماریش خوبه یا بده، این همه رو میکشه بالا و میدون آزاد میکنه، میده به مردم. ببینید این چه عکس خلاقیت هست که حالا بعدا میتونیم بگیم که من اون حبابش دوست ندارم یا، ولی به هر حال در باید بتونیم ببینیم که در اصل چیکار کرده. بعد خب من باهاش شاید مخالفم که شاید من یه کار دیگه میکردم، ولی اون اصل کارش خیلی مهمه. این خیلی مهمه که کسی بتونه اون اسنس رو حس بکنه در یه جایی. یا مثلا وقتی که بیجینگ 2008 در این المپیک 2008 ساخته شد، اومدن با هرزوگ و دوموران اینا با کانکریت های عظیمی یه چیزی ساختن، دنیا خودی گفتن نمیدونم این دیدم برد نست و اینا، اونقدر عظیمه که با جره سرقیلای من خودم اونجا بودم، عظیم میتونستم این قهوهات رو پرمم دیگه بزنم. بعد درست شد برای 98,000 نفر. وقتی المپیک تموم شد حتی چین نمیتونه اینو پر کنه برای 98,000 نفر و هیچ راهی نیست اینو کوچیک‌ترش کنی. و چند بار چند تا کمپانی فوتبال پلی و اینا اومدن اینجا رنت کردن، ولی بیشتر از
12000 15000 کسی نیست و هیچ وقت نمیخواستن در یه جایی توی بشقاب خالی بازی کنن. الان تبدیل شده به اینکه همه میرن اونجا چینیا اینجوری میکنن و عکس برمی‌دارن و بقیه‌اش دیگه چیزی نیست. بریتیشا 2012 المپیک از این یاد گرفتن. ببینید چیکار کردن. این خیلی مهمه که یاد گرفتن با قطعات پری فابریکه کوچیک هر دو تا کارگر با هم یه سر اینو فراهم گذاشتن. و بعد از اینکه المپیک تموم شد در بدترین نقطه لندن ایست لندن درست کردن و بعد از اینکه تموم شد قطعاتش رو کوچیک کردن، تبدیل شد به استودیو 15000 نفری و قطعاتش رو استفاده کردن در یه جای دیگه. ببینید این یک اسپکی از معماری هستش که اگر شما ندونید همش فکر می‌کنید خب به به منو فرمانو دوست ندارم، نه، مسئله خیلی عمیق‌تر از اونه. مسئله به اصطلاح اون تشنگی نه آب به قول مولانا. بعد میایید مثلا میبینید این آرکیتکته که مال رایزر اوماموتو هست در دبی، میاد مثلا یه کاری میذاره اکسو اکس اسکلتون که بله تمام وزن روی این میاد و بعد بقیه ساختمون بدون ستون و ایناست، ولی وقتی خود ساختمون رو میریم میبینیم به خاطر دبی یه جای خاکالود گرد و اینا هست، تو تمام این سرکلا که میتونیم ببینیم پر گرد و خاک میشه که با یه بارون به طول حرارت پخته میشه، یک چیزی میشه که با اولین بارون بعد شروع میکنه ساختمون گریه کردن با این چیزای سیاه که ازش میاد بیرون. اتفاقا من وقتی بهش گفتم، من تو پرینستون این لکچر میده، بله یه ایده هستش ولی در ریالیتی دازنت ورک، یه چیزایی هست اونجا. اینا خیلی مهمه که باید بتونیم ببینیم بشه. مثل غذایی است که اول میبینید خیلی خوبه میگه نه به شما دل درد میده، ولی بعد میایید تو معماری خود ما مثلا میبینید در اون میدان به اصطلاح شاه قدیم مال زمان صفوی، بعد مثلا میاد میبینید که از یه میدان به این بزرگی وقتی بزرگترین میدان دنیا بود، وقتی میخواهی شما وارد این مسجد شیخ لطف‌الله بشی چجوری واردش میشی؟ این آرکیتکت ببینید چیکار میکنه، اول شما رو میاره از اون میدان پر نور میاد یه جای کم نورتر، بعد میاد کم نورتر ایوان، بعد شما رو میاره وارد یه دهلیز تاریک دراز میکنه و بعد شما کاملا کور میشید. بعد یک اگر بتونید تو اون کوری میتونید یه نگاهی بکنید که یه چیزی اونجا هست دیگه درست نمیدونید، ولی وقتی آخر راه ما میرسید یه روزنه هستش که نور طبیعی میاد شما رو، وقتی نور تو تاریکی میاد همیشه روتون به اون طرف میکنید و مجبور میکنید سرتون رو بچرخونید و دوباره میای جلوتر یه کوری دوم اتفاق میفته و اینجا دوباره یه بار دیگه میچرخونید و وارد این سقف میشید و ببینید درست مثل این که از یه جایی که خیلی عظیم بود این جای کوچولو به نظر میاد که مایگاد یه چیز عظیمیه. این آرکیتکت داره شما رو مثل یه فیلموگرافر داره میبره اونجا. این کاریست که آرکیتکت میکنه، هیچ ارتباطی نداره که اینا رو با بتون بسازه، با طلا بسازه یا با گل بسازه. من دارم میخوام توجه شما رو وارد اینا بکنم که یه خبرهای دیگه هست در میبینیم. بعد میاییم میبینیم که خب مثلا در این با این بحث شیشه نه میتونه متریال مثل کامار اکارای هیمل بلا میتونه شیشه و اینا باشه، یا میشه مثل کارای رنز و پیانو میتونه با بتون اینا باشه، یا مثل کارای میکلوچی همش میتونه با بتون سنگ باشه، یا مثلا کارای هستش که ما میدونیم خونه بروجردی با گل و لایه، همه اینا دارن اون جمله رو میگن متریال اصلا مسئله نیست. اینا بهش میگن تایملس بیاند متریالز، اصلا متریال مطرح نیست اینجا. پس من دارم بحث رو دارم میکشم به این نقطه که متریالی که اصلا معنی نداره. بعد میایین مثلا یک نمونه از کارهای معماری معروف ایران هست که این به اصطلاح چیز هستش، مقعد موسولیوم شاه اسماعیل سامانی هست در بخارا. این آجر رو برداشته ولی به نقطه رسونده که دیگه شما آجر رو نمیبینید. درست مثل اینکه شما دارید یه شعر رو میخونید کاغذ و اون اینک رو نمیبینید، شما شعر رو میبینید.
پس دیماتریالایزیشن اینه. و این از زیبایی هایی که اتفاقا من شنیدم که منصور فرامکی یک دو سه سال پیش راجع به این صحبت کرد به عنوان یکی از شاهکارهای معماری بود. ولی خوبه که باید ببینیم که این منظورش چیه، این دیماتریالایزیشن چیه که میذاری نور هضم کنه ماتریال و ازش یه چیز دیگه بکشه بیرون. یا مثلا میایی میبینی در اصفهان چطور نور خودش چه کارایی میکنه، یا مثلا میایی اینجا میبینی که دیگه ماتریال نمیبینی داره یه کارایی دیگه میکنه، یا میایی دوباره میبینی که این orchestration of light چیکار داره میکنه، اصلا دیگه مهم نیست شما ماتریال چیه، یا میایی اینجا میبینی که orchestration of sound در مثلا اصفهان چیکار میکنه که میزنه تمام ساختمون میلرزه با صدا. بعد اینجاست که میاد بر خودم میپرسم که این معماری به قول اون میگه میرم خوشپوست و خوشچوب و خوشسیم از کجا آید، این آقای دوست و اینا، اینا اصلا از اینجا میاد. یه رفعی میبینید که ماتریال ترانسند میشه ازش یه چیزی دیگه، از شعر ازش میاد بیرون. و اینجاست که من میخوام توجه شما به اینا، میدونین اینا. یا مثلا میگن این کار معروفی هستش که لوی باراگان در مکزیک کرد، میاد با یه سنگ آب که همه جا هست این حوض رو یه کاری کرد که لبه ها شد نمیبینین، حس میکنین که یه لبه تیز آب مثل آینه است که داره هی عوض میشه و تمام محیط عوض میکنه و دیواری رو میذاره کاملا ساده که مرتب سایه و نور این ماتریال و اون پمفلت رو عوض میکنه، مرتب این نقاشی عوض میشه با نیچر. این ببینید اینجا معماری داره چی کارایی میکنه، چقدر شاعرانه است این کار رو کرده. و بعد میایین میبینین که خب یک از کارهایی که ما میکنیم با عنوان معمار این که ما داریم در حقیقت آینده رو دوباره مطرح میکنیم، redesigning the future. خیلی مهمه که همیشه در زمان خودمون زندگی کنیم، مهم نیستش که بگیم نمیدونم قرن 12 اینجا بوده قرن فلان، مثلا اینکه قرن 21 کامپیوتر فلان فلان، بعد اینجا حالا راجع به این صحبت میکنیم. بعد میاد خب میبینیم که آرکیتکت‌های مختلف مثلا فرانک گری چیکار میکنه که برای خودش اون مواد چی هست که این میاد و تبدیل به ماتریالیتی میکنه، بیارکی اینگلز چیکار میکنه، یا رمپول هاست چیکار میکنه. البته وقت نیست الان وارد اینا بشیم، ولی میام ببینیم که هر آرکیتکت، حالا من اینجا آرکیتکتای خیلی استار آرکیتکت آوردم اونجا، ولی خیلی مهمه که میام ببینیم که این واقعا چیکار داره میکنه که هی مرتب تکرار میکنه. بعضیاشون مرتب همینه، یا بعضیاشون مثل رمپول هاست مرتب یه کاری میکنه خودش رو سورپرایز میکنه. ولی خوبه که اینا رو یه سر عمیق‌تر ببینیم، بعضی ها انفورمیشن رو، بعضی ها فلسفی رو، یا سکالپچر رو اینا میگیرن هضمش میکنن و تبدیل میکنن به ماتریالیتی. این بحث خیلی بزرگی است که حالا بعدا خاطرتون بمونه بیشتر روش صحبت میکنیم. بعد من خیلی دوست دارم یه مکسی رو این بکنم. ببینید در این هر جامعه‌ای این چهار تا قطب درش خیلی مهمه، values ارزش ها هستن که همون ethics و religion اینا حرفا، بعد power system هست government و این حرفا، بعد wealth هست که economy اینا هست، بعد knowledge هست. هر اتفاقی در هر جامعهی میوفیده روی هر کدوم از این قطب ها چه بخوان چه نخوان بقیه رو عوض میکنه. مثلا وقتی که سعودی عربی ها یه دمه نفت میاد تو، میخوان به زور ولیوها رو نگه دارن، نمیتونن. نالج استراکچر رو میخوان نگه دارن، نمیتونن. پاور با اون سیستم پوسیده چادری نمیتونه کار کنه. یا تو ایران خودمون یه دفعه میاد سیستم پاور عوض میشه، نمیتونی ولیوها رو بذاری تو همون اتیکه 1400 قبل، نمیتونی ویلس رو بذاری یه سیستمی که فقط منم بعد خورداش میزنم برای شما، یا نالش نمیتونه اونجوری باشه. ولی خیلی مهمه این چهار تا قطب رو در خاطرتون بسپارین که تقریبا به صورت خیلی دترمینیستیک عوض میکنه جامعه ها رو. وقتی که یه قطب عوض میشه بقیه قطب رو عوض میکنه، چه بخواین چه نخواین، چه امریکاست چه هر جای دنیا هست. و یک دوستی من داشتم در هاروارد، هاینریک هرمن،
این داشت میخواست ببینه که میتونه به اصطلاح دیفاین کنه که چجوری میشه یک آرکیتکچر سیکرد میشه، مقدس میشه. یه سری سرخطی پیدا کرد که حالا رو این نمیرم، ولی خب خیلی چیزا هستش که نمیتونین شما مطرحش کنین. همون قدری که اون پشت سر شما هست میمونه باید باشه. مثل ژاپنیایی که امریکایی‌ها گفتن خب این چیکار میکنن که اینقدر بالا رفتن، شروع کردن دیفاین کردن که اینا A, B, C, D و پدر ژاپن در آوردن به خاطر این، برای اینکه چیزی که باید دیفاین نمیشد و inherently تو اون کالچر هست نمیتونیم بیاریش بینیم. یه چیزایی هستش که باید تو اون کیاس برن، اون unknownness بمونه، نمیتونیم بیاریش بینیم. و این خب اومد یه چیزایی مطرح کرد. حالا میبینید که شاید من از یه شاخ به شاخ دیگه میپرم، ولی من فکر کنم که این همون دونه‌های بروازی نیست که من دوست دارم با شما مطرح کنم، بعد باهاش یه کارایی هم میتونید بکنید. جمعیت دایورس رو دارن از این سوپاپ کالچرال رد میکنن، همه هوموجنایزش میکنن. این شاینای جدیده که یادشون نمیاد از کجا اومدن. این داره در همه جا اتفاق میفته، فقط چاینا نیست، این گلوبالایزیشنه که میاد کالچرال رو هوموجنایز میکنه. هر گوشه‌ای می‌خوایم ببینیم، من از پرینستون اومدم اینجا، درست مثل اینکه قسمت پرینستون اونجا برق نداره. می‌دونید اینا هست در همه جا اتفاق می‌افته. بعد یه اتفاقی در چی می‌افته، از ده به شهر هست، دوباره نمی‌ریم، ولی که هم ولی خودتون می‌دونید چه موومنت‌هایی هستش اونجا. بعد ساختمونایی که اونجا داره ساخته میشه به اسم اینکه همه هم ساختمونایی که با خارجی هاییست که پول دروش میگیرم نمیان کنتون اکتایی میزدن و کاملا از تو همه فریاد میزنن به خاطر این اتفاقای دکتر اونجا. حالا من پس بعدی باردش میشه، من نمیدونم من دارم تون میرم جلو یا یواش میرم، ولی چون میخواستم در یه فاصله کوتاه خیلی چیزا رو بگم. حالا ممکنه خیلی هم سریع بگم که باز میکنم میبندم، باز میاد از روز استرپتیز، ولی خیلی مهمه که گفته بشه، مطمئنم میمونه یه جا در فکر. بعد مسئله گلوبالایزیشن، جهانی شدنه، که این خودش یه مسئله دیگر که چه شکلی شد چین جهانی شد. این میگن که نه، این جهانی شدن این با یه چیز نظامی بود. وقتی که هن داینستی، که داینستی های خیلی قدیم اونجا، با هان داینستی که همون مغول هستن، وقتی میخواستن بجنگن احتیاج به یک کشور سومی داشتن که امپراتور روه هان داینستی اومد از یک کشور دیگه به نام دایوژی ازش خواست که بهش کمک کنه. و در حقیقت شروع گلوبالایزیشن یه بست، یه شروع اکانومیکس نبود، یه شروع نظامی بود. پس با این کار اومد گلوبالایز کرد خودش که بتونه زده دشمنش بجنگه. حالا اینو من دوباره ادامه نمیدم، ولی همونقدر دیگه شما میدونین که منظور من چیه، همون کافی هستش. بعد این مسئله ایکالوجیکال اوربانیسم هست. منظور من چیه ایکالوجیکال اوربانیسم؟ منظور من این نیستش که فقط انوایرمنت هست، نه، شما هر اتفاقی هر جا میفته، همین لس آنجلس خودتون، میر هست، پاور هست، آب و هوا هست، کالچر هست، اگر تمام این لیرها رو رو هم دیگه نذاریم هیچ اتفاق نمیده، چیزی ساخته نمیشه. چین هم همینطوره. شما وقتی که انوایرمنت و آب و هوا و زمین و اینا رو پر هم دیگه نذاریم اصلا اتفاقی نمیتونه بیفته. این اپروچیست که الان هارواردی ها شروع کردن بهش میگن ایکالوجیکال اوربانیزم. به نظرم یه ایرانی هست به نام محسن مصطفوی که دین اونجاست و این همیشه بوده، این ایکالوجیکال اوربانیزم، این اومده دوباره بیشتر مطرحش کرده. این اپروچیش که من بدون این که واقعا فالوور اینو باشم، به صورت خیلی نچرال خود من این دنبال یه همچین کارهایی هستم که ببینم که فقط با یه بود شما نمیتونین دیزاین کنید. و یک اتفاق، یک مثلا ریشه دیگه ای که هست اینه که من اینطوری پیدا کردم که باغ‌های دنیا در حقیقت درست مثل نچرال انسایکلوپیدی های هر کشور هستن. وقتی یه باغ یه جا رو میشناسیم میتونیم تا حدودی حس بدنیم چی هست. مثلا با ورسای، این جیومتری ورسای حس میکنیم، یا میایی در موریش رو میبینیم، یا میایی مثلا باغای ایرون و هند رو میبینیم، یا باغای چیلی رو. و باغ ها این هست، ایندیکیترهایی هم که دکتر
با گذاشتن اون درجه تر و اینا میخواد تست کنه شما در چه حالی، باغ تر کالچری هم به شما میتونه خیلی چیزها رو بگه. خیلی مهمه این باغ ها رو با هم نگاه کردن. من برای این رابطه شاید فرصتی باشه در آینده یه وقتی بین باغ های ایرانی و باغ های چینی شروع کردم اینا رو با هم مقایسه کردم. مثلا خیلی سریع، مثلا یکی از باغ های ایران یکی از چیزایی که داره، چون شروعش با قناته که از زیر زمین میاد، در هر جا که اراده میکنی همونجا میتونی مظهر قنات باشی و اونجا باغ میشه و بقیهش صحراست. در حقیقت شروع باغ ایرانی صفره. خیلی مهمه، باغ ایرانی خیلی فرق میکنه با باغ مثلا چینی و اینا. مثلا باغ ایرانی وقتی میمیره دوباره تو خاک غرق میشه، ولی یه باغی که یه جای سبز هست در چین و ژاپن وقتی میمیره سبزی میاد پرش میکنه. دو تا مرگ مختلف هست برای باغ و این خیلی مهمه. باغ رو خوب دقت کنیم ببینید که خیلی چیزا از باغ میتونیم یاد بگیریم. هم مثلا باغ کاشان هست و بعد بیایید باغ هایی مثل مصراف نت ببینید و دوباره کامپلکسیتی در باغ های چینی کامپلکسیتی هست و بیاد به سیمپلیسیتی. باغ ایرانی اول بسیار ساده است ولی بیشتر میارنتیشون می خیلی کامپلکسه. پس باغ ایرانی کامپلکس، سیمپلیسیتی تو کامپلکسیتی، ولی باغ چینی کامپلکسیتی تو سیمپلیسیتی. این خیلی مبحثیستی شاید در یه موقعی بشه راجبش صحبت کرد. خیلی جالبه ببینید چی اتفاقی میفته. این باغای چینی رو داره نشون میده. بعد این نشون میده که باغای چینی مثل باغای ایرانی یه بیس اشرافی داره. یه آدم معمولی نمیتونه باغ داشته باشه. مال کینگ و کوین و ایناست. و بعد بقیه فقط تو ایران مثلا تبدیل میشه به یه حیات و فوقش میشه فرش که همون باقیست که نمیتونی افورد کنی، تبدیل میشه فرش. پس اون باق میشه فرش، میزنی تو اتاقه. فرش چیزی نیست جز باق خشک. بعد اینو چینی به یه حالت دیگه میاره. برای همینه که وقتی من به شما اینو نشون میدم میبینین که مثلا در چین جدید الان فریادهای کشیده میشه. مثلا این آرشته که برمیده که جایزه پولیستر هم گره، این هست مثلا این کار وانگشو هست که بیاد فریاد میزنه که چه اتفاقی داری میفته تو معماری، چرا اون فضا این بیتوین سپیس، اون فضاهای بین فضا متریال که خیلی مهم بود در معماری چین و معماری دنیا چطوری داره خودش از دست میده و این فریاد خودش با اینا میزنه و میاد کارهایی میکنه که در کمال سادگی داره آروم آروم اون دردی که داره گم میشه هم در معماری ایرانی هم در چین این دوره مطرح میکنه. بعد میایی میبینی که کم کم مثلا این کارها رو حس میکنی داره چی میخواد بگه. یا یه اوربان دیزاینر رو لندسکیپ آرکیتک هست به نام کونجیان یو که هاروارد درس خوند بعد برگشت اونجا، این داره داد میزنه که نه این چین وقتی که همه راجع به باغ‌های چین داری صحبت میکنی نه اون مال زندگی مردم نیست، اون یه چیز مال کینگ و کوین و اشراف، هیچ ارتباطی مردم نداره. ایکولوژی مهمه، اون رودخونه ای که میاد مسئله است. پس میاد فریاد خودش یه جور دیگه میزنه، میاد میگه مثلا یه وقتی بود که اون سمبل زیبایی در زن تا 300 سال قبل این بود که باید کفشاشون رو همه پاها باید بسیار کوچیک بود، لیتل فوت سیندروم که پدر پاها در میاد. هنوز هم هستن در چین خانمایی که پاهاشون اینجوری دیفورمه شده، ولی این وقت هم دیفورمه میکنه هم بو هست همه چی توش هست، منتها این سمبل زیبایی بود. یه وقتی داره اینا رو همه رو کوشن میکنه اینو چی؟ این کدوم ابلهی رو شروع کرد و این تبدیل شد این که هزاران هزار زن اینجوری خودشون رو سر به پایس کنه. این داره یه چیزایی که داره اتفاق میفته داره کوشن میکنه. کوشن دی اوبیوس. این تو هر جامعه هست. همین امریکا میتونید ببینید چیزی که به نظر همه میاد. بعد این کاری که میکنه میاد مثلا پارکای رو انتخاب میکنه و تو این پارک میگه که من به جای اینکه پدر این پارک رو در بیارم میام یک رشته به اصطلاح ممتدی رو درست میکنم مثل این که اینفراستراکچر تو این هست، هم نور میده هم هوا هست هم بالا هست هم اینفورمیشن، میاد مثل مارگولک میچرخه و بقیه پارک رو آزاد میذاره و اجازه میده مردم هم شب نور داشته باشن روز نور داشته باشن. با این کار کردن من میتونم طبیعت رو نجات بدم. خب به هر حال یه راه حل نیست برای خودش داره، ولی خوبه ببینید این کارهای کنجن رو که این چیکار داره میکنه.
پس فریادها همه جا هست، فقط اون نیست. حالا یه مکسی میکنیم و میخوام از شرط کارهایی که خودم بودم انجام دادم باشیم. یکی از کارهایی که با اونجا داشتیم این بود که مثلا یه مدرسه بود، من در شانگهای داشت کار میکردم روش، یکی از ساختمانهایی که اونجا بود یه ساختمان قدیمی راشیان آرکیتکچر بود که سکشنش قسمت چپ میبینیم چیز بلند 5-6 طبقه همش هم کانکریت، اینا بچه های کوچیک بین 10 ساله تا نمیدونم 18 ساله اونجا، و واقعا مثل زندان بود. و یک از چیزایی که به ما گفتن بود که ما بخوایم کاملا خرابش کنیم و به جای مثلا یه آرکیتکتچر دیگه بزنیم. پیشنهاد من این بود که نه، این چون به هر حال ساخته شده، کاری که میتونیم بکنیم اینه که از این کلاس ها با یه حالت استراتژیک بعضیاشون رو از بین ببریم، یه دفعه کورتیاردان دو طبقه به وجود میاریم. این باعث میشه که چون توش گل و درخت رو میذاریم، هم یه دفعه باز میکنه اینجا رو، هم حیات دو طبقه میده به کلاس ها، و هم یه دفعه یه چیزی که داشت مرده میشد داره تو داشت یه زندگی دیگه بهش داری میده. در حقیقت یعنی این امکانات بسیار زیاد هست، به جای اینکه به اصطلاح یه اپورچونیتی رو در اون اول به صورت احمقانه از بین ببریم، نه، در حقیقت نیست توش اپورچونیتی. الان دارن اینو این کارو دارن میکنن و میبینین که هیچ عمل بسیار ساده است ولی میتونید بکنید. بعد این یکی، بعد یه پروژه دیگه که ما داشتیم در چین این بود که 5-6 تا ساختمونای هاسپیتال و مال قسمت مریضا و اینا بود که اینجوری هست، بعد اینا مجبور بودن که اینا که هر کدوم 20 طبقه 40 طبقه 50 طبقه است باید از اینجا میومدن میومدن پایین رو میرفتن میرفتن مثلا قسمت جراحی، بعد میومدن اینجا میرن به قسمت فلان، و چون این خوب کار نمیکرد نمیدونستن چیکارش کنن. پیشنهادی که من کردم این بود که چرا نمیایی یه به اصطلاح گالری دو طبقه درست کنی که بالاش ایرکاندیشنه، پایینش هم فقط واکویه، و هر کس و اینا رو کنکت کنیم به تمام ساختمون ها، به طور که وقتی میخوام بدن در سر ساختمونی از A تا Z وارد این گالری میشن، هم مریضا رو میتونن ببرن در هر آب و هوایی، و هم اینفراستراکچر میتونه از اون بچرخه. و اینو بسیار بر اساس این قسمتی از تیم من هست در شنچن امریکایی و چینی و بندوسال که با این تیم بشیم کاری کردیم. و اتفاقی که افتاد این بود که وقتی شما این کارو میکنید، وقتی این کارو میکنید، این قسمت باز شده این به اصطلاح الیویشن اینه که دارم بازش میکنم نگاه کنم. اینو من بر اساس برای اینکه باور کنن اونا گفتم که یه نمونه هست پلاس دولا کریر در چیز هست در نیس، چند ساختمون هست، بعد یه گالری اینجوری میاد بینا به هم دیگه بحث میکنه، و یه رفت میبینیم که این یه رفت یه ستیتمنت آرکیتکتونیک میده، این باور میشه که میتونید این کار رو بکنید و اینا رو دارن میسازن. پس خیلی وقتا هست مجبوری شما مثالایی رو بیارین که فقط شما رو بتونن باور کنن. از تاریخ کمک میگیریم و از هر جا که بشه کمک رو میخوام بگیرم. بعد این یک قسمت هایی از اون سکش هستش که این چه شکلی میشه، طبقه دومش میتونه چیکار میکنه، طبقه کنیش میتونه چیکار کنه، چه جوریش سالیه میده، اینا تمام بیهیده شده و دارم میزدنش. در حقیقت به جای اینکه توی این پروژه من بیام اینو خراب کنم و شروع کنم یه هاسپیتال بسازم، اونم دیدم که کجاشه که خرابه که میشه درستش کرد. فقط با این اکت این سرکل یه چیز جدیدی شد، یه متامورفوزیس شد. اینجاست که من میگم رول معمار خیلی بزرگتر از اینه که بیاین کورکورانه فقط بگیم که خیلی وقتا با نساختن شما داریم میزدیم. بعد این یک سکچ هستش که چه شکلی اینا میتونن به همدیگه وصلش کنن و چکار کنن، و این باعث شد که این حیات مرکزی آزاد بشه به جای که مردم هی پیاده برن، و تبدیل شد به پارک وسط هاسپیتال، و وزیدش هم پارکینگه که میتونستم از توش یه جاهایی رو بزنم که نور طبیعی بره توش. و ببینین که چطور با یه ایده بسیار ساده زندگی میرید در صورت You are bring oxygen to the dead corpse. بعد این یه اتفاقایی هم که در چین میفته که خوبه که شما بدونین، اینه که
در چی هاسپیتال ها مثل اینجا نیست که 200 تا 300 تا بد بشه باشه، 2000 تا 7000 بد داره و قضا نمیدن تو هاسپیتال های چی همه باید. پس یه وقت یه هاسپیتال ساخته میشه باید یه شاپینگ مال هم بیاد، باید فامیلای اون بیان توی خونه ها زندگی کنن توی دو سه ماهی که اینجاست، هتل ها باشه برای اینا که پول دارترن نمیخوان با اون فقیر ها زندگی کنن، بعد مدیکال کالج میاد. پس یک هاسپیتال 2000 بد یک جایی به اندازه یک کیلومتر سکوئر احتیاج داره که بتونه زندگی کنه. این خیلی فرق میکنه. دارم میگم که چطور مسئله هاسپیتال در شهر و هر چقدر فرق میکنه با هم دیگه. این دایگرامیه که میگن HOD Health Oriented Development. این هم خوبه که بدونید که اتفاقایی که اون داره میفته چجوری هست. بعد مثلا یه پروژه ما داشتیم که چون شهر کنار رودخونه است و لبه رودخونه گاهی اونجا رو میبینید توی سکچ اینجا میبینید که لبه رودخونه بعضی موقع بالاتر از آبه، بعضی موقع میاد پایین‌تر میشه، پس خود شهر بالا پایین میره. پس ایج کندیشن خیلی مهم میشه. پس اومدیم تایپوگرافی های اینا رو گرفتیم و دیدیم که چطوری میتونیم آرکیتکت شده با مانرن اربان دیزاین اون ایج رو مطرح کنیم که همون پروتکشن میشه آرکیتکتونیک جستر تو دی سیتی. ببینید از کجا به کجا داریم ما رو میپریم. یه داریم مسئله رو انرژی تو شما در این از یه جایی خیلی عمیق‌تری می‌گیرین تا یه اینجا من آرکیتکتی هم که در بزار درس خوندم ما ماها اینجوری می‌کنیم. نه they're all dead. That sort of thinking is dead. اون نوع معماری already dead. داره یه خبرهای دیگه میشه. بعد میایین مثلا یکی از پروژه‌های من بود که کنار یه رودخونه است و کنار رودخونه بود که وقتی درخت‌ها رو می‌بردم می‌بینید که لامبرا رو چجوری خطای دراز اینا میاد پلمبیه. پس اینو اینجوری دیزاین کردم که انرژی که لامبر داره میاد و حتی آرکیتکچر اینجا میاد ادای اون لامبرا رو در میاره، داره انرژی که اون لامبر داره میاد میده به فرم این میده. در حقیقت کنار رودخونه شما حس می‌کنید که آب و زمان رودخونه رو درست می‌کنه. پس آرکیتکتر شما داره به نوعی اون ادای متافوریک رو داره این کنم کنم. پس این که انرژی که آورد برای من که بیاد اینا رو اینجوری دیزاین کنم، نه این نبود که من دوست دارم خطای اینجوری درست کنم، نه این انرژی محله من دارم بهش فرم میدم. ببینید معماری سورس شما میخوام میگم تاک کانتکستوال این نیستش که بله یه جا ساختمون سفید هست باید بقیه هم سفید باشه، یا یه جامتری هست اونجا زاویه ها 45 درجه هست پس من هم اینجا میام همیشه 45 درجه میکنم. اینا احمقانه هست، داره خبرهای دیگه هست در معماری. بعد همینطوری ادامه داریم تا من میتونم چند تا کارهای دیگر هم به شما نشون بدم. مثلا یه کار دیگه بود در چین، یه جایی هست به نام چونگ چینگ وسط کوه هاست و یکی از کارهایی که اونجا کردم اینه که حالا من نیزه تون بیرم تا بگم نشون بدم چی هست. این در اسنس این هستش که اینا هر کدوم از این شکلهایی که میبینید اینا هر کدوم نمایشگاهیست به اندازه جمعیت سنتر هست. بعد کاری که میخواستم بکنم میخواستم مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 تا از اینا خواهد هم مثلا یه مجموعه باشه کنار رودخونه. من به جایی که اینا تبر بذارم کنار رودخونه، رودخونه رو کنارش آزاد کردم که بتونه ویتلند اینا بشه که رودخونه رو تصفیه کنه حتی اینجا که میاد. و بعد یه طرفه چون این توی شیب انجام میشه، یه طرفه این گالری همیشه بازه به افق و این یک تکسچر انرژیزا هست که با یک سکچ شما ببینید چیکار میکنه اونجا. این ماکت هاییست که ما براش ساختیم و این سکچ چی رو نشون میده؟ میگه که این گالری ها اگزیبیشن حالا چه باز باشه چه بسته باشه اینطوری نیستش که شما بگید خب این مثل جدید سنتر این 4 ماه بسته 6 ماه بازه، نه مهم نیست بازی یا بسته است، همیشه این گالری بازه و همیشه هم یه طرفش بازه به افق که شما میگید سانسرت سانرایز رو ببینید
و در ضمن خود این چون یک فرم به اصطلاح انرژیزایی هست، هر چه که احتیاج داره به ستون بیشتر میشه، هر چه ستون کمتر هست کمتر میشه. پس این درست مثل جنگل رفتار میده و تو اینجا میتونه برای مردم اون محل همیشه یه جایی سی آگورایی که همیشه زندگی میکنه. در حقیقت از یه فرصتی که معمولا هست که گلری این بسته است تا 4 ماه در ماه، نه، این همیشه بازه، از offering to people. پس میان میبینی که معماری داره به نقطه دیگه میشه. مهم نیست که اسکیچ قشنگه یا قشنگ نیست، نه، مثلا این که اسکیچ داره چی به شما میگه. بعد از لوکال آرکیتکچر من استفاده کردم که لوکال آرکیتکچر چجوری میاد با چوب و اینا درست میکنه و یکی از هایلایت های اینه که این باید با طوفان بعد خراب بشه بوده بسازم که تو اکسپرس من بود. خیلی عجیبه، درست میکنن که خراب بشه. خیلی جده. حالا از این میگذاریم. بعد یه پروژه دیگه داشتم میرم تو شانگهای که میخواستن یه مجموعه رو داشته باشن که برای هم برای آرت باشه، هم بتونه آرت شو و فشن شو داشته باشه و هم هتل باشه اینا. و این مجموعه خیلی بیسیک لویکانی من اون برای اینا دیزاین کردم که خیابون اصلی که از این بر رد میشه کچی، وقتی میرین وارد اونجا میشین اصلا ببینید که یه جاییست که باره تب با فانکشن فرمش عوض میکنه. پس دوباره از این سری رد میشم. و یه پروژه دیگه ما داشتیم، اینم در چین هستش، که میخواستن این اگزیبیشن هالای بزرگ داشته باشن ولی در ذهن میخواستم خونه سازی هم داشته باشن و چون اختلاف بین این و این خیلی زیاد بود، من پیشنهاد کردم یه دهمانندی رو درست کنن بین این اگزیبیشن هالای چند صد هزار سکور میگیره و اونا. و بعد اینا خواستن که تو این صد متر جلو چون شیب هست زیر این پارک یه شاپینگ سنتر درست کنن که هم این پایین باشه و هم شاپینگ سنتر رو زیر باشه. در حقیقت به نوعی پروف کردیم انوارمنت و آب و اینا رو که بتونیم پروگرام اینا رو برشه. بعد میام مثلا در یه پروژه دیگه دوباره این نمایشگاهه، دوباره این از این سریع رد میشم که چه کارهایی کردیم اینجا. نه فقط دارم میخواهم بگم چه کار. این خیلی جالبه، این یه مجموعه است که در یانچینگ شمال بیجینگ هست و میخواستن کار که میکنن اینه که این دهاتی های جدید رو بیارن با شهری های قدیم یه جا بذارن. من پیشنهاد کردم که این شهری های قدیم تر چون نالش دارن اغلب هم بادشسته یا هرچی هستن، وقتی بیان با این دهاتی ها اینا رو اصلا دیگه جدا نکنیم، بیان یه چیز بازار مانندی رو مثل بازارهای ایران. من اینا رو پیشنهاد کردم که تمام پست و نمیدونم منابع شهری و اینفراستراکچر تو اینجاست که اینا کاهناها میان اونجا و اینجاست که قدیم و جدید، پیر و جوان اینجا همدیگر رو میکنن. این لینیاریتی شهر رو میسازه. در این شما نالج قدیم رو به نالج جدید آرکیتکتونیکلی بطرحش میکنید، شهر میشه تئاتر بزرگ. ببین مثلا بازارهای قدیمی ایرون کارشون بود، نه اینکه بازار قشنگ و اینا. یه چیزی هست میگه تو مو میبینی و من پیچه چه مو، اینه مثلا بازار من برای اون مو هست، ولی کاری که داره میکنه مهمه. بعد این اسکیچ هاییست که دارم نشون میدم این چی کار کرد تو این شهرک. بعد دوباره از این بعد میشم اسی که اون خیلی دوست دارم. بعد حالا این یه خیابونی بود در شهر تیانجین که این قبلا رودخونه بود. میبینید که شکلشو میومد میرفت وارد چیز میشود، یه نهر بود میاد وارد رودخونه میشود و اینو میگفتن از نظر شهرسازی ما هر کاری میکنیم کار نمیکنه. من از نظر اوربان دیزاینر اینجوری فکر کردم که من به جای اینکه بیام شروع کنم مثل اغلب شهرسازا احمقانه یه سری هایلایت اونجا بذارم، یه کم بذارم اونجا بگم پارکینگ باشه، نه، گفتم که یه انرژی تو این هست که اگر اینو آن بلاکش کنیم میتونیم، معنا اونجا هست ولی خفته است، چطوری میتونیم آزادش کنیم. پس آنالایز کردیم اینو، البته ببخشید که من دارم سریع میرم جلو ولی خواستم بیاد و آنالایز کردم، پوزیتیو نگاتیو رو نگاه کردیم
بعد به نقطه رسید مثلا یه قسمتی از همون ده مانن جاده این شکلی میشه. پس کاری که میکنه اینه که همون جاده که میاد در یه نقطه که خیلی مهمه یه دفعه تمام پیوینگ میشه آجر و سنگ، بعد بلاک این کاری میکنه این که پهن میشه و باریک میشه. و در اصل با این کاری کردن ما یه مجموعه این رو که اینا میخواستن بهش میگن شیا بایلو اونا اکس رو میگن شیا بایلو رو نجات دادیم به جنگ که خرابش کنن. این شیا بایلو رو آوردیم وارد زندگی کردیم. بعد میبینیم که این شهرسازی کردیم اینه که همون خیابون رو با در نظر گرفتن کاراکتر جدیدش پهنواری که پلازا اینا یه رفعه شروع کردیم بهش اربان رومش کردیم به قول لوی کان. پس میبینیم یه نوع شهرسازی دیگه هست. من نمیدم های رایز بذارم اونجا. بعد با این کاری کردم همون شیابایلو بهتره که گفتم نزدیک اینجا بود، پس میان با برداشتن کنت الیمن خود همینم میان تبدیل میشه به این قسمتی که همیشه اونجا بوده ولی زندهش میکنیم. این همون چیزی بود که محمد میگفت یه چیز مرده رو زنده میکنیم. همینطور هست. یا یه از کارهایی هم که اونجا من میکنم اینه که دهات قدیم رو به صورت دایرامتی بالا گذاشتم. مرده از کاریش نمیتونم بکنم، ولی وقتی که این میاری و به صورت دایگرماتیک یه دفعه اون جاده بیمعنایی که باید رد میشه بیان یه دفعه جاده پلازا میشه، فهم میشه، باریک میشه، ساختمانهای بلندبودا میان توش گیتوی میشن، همون دهکده میاد یه دفعه از یه جای مرده میاد یه جای زنده ای میشه. و این یه نمونه ایست که الان من نشون میدم که این یکی از اون جاده هاییست که یه وقتی از اینجا رد میشد و به جایی که بردارن این دیوار رو پره میخواست تمام دهو از بین ببره اینجا های رایز درست کنه، ما گفتیم نه بیا یه جای سریع‌تر به تو میگم کسی میخواد تند از اینجا بره از اینجا میره، ولی در ضمن خود اینجا رو تبدیل میکنم به صورت یه جاده‌ای که پهن میشه باریک میشه و این ساختمان به این روح جدید میده. در نتیجه یه دهی که داشت میمرد یه دفعه تبدیل میشه به یه شهرک کوچیک. این خود اون دهه هست. بعد یکم اون دهه هست. بعد توی این اسکش دارم نشون میدم چطور قرمز قسمت جدیده، سفید کنی که ببینی قسمت قدیمه. یه دفعه اینا با گیت و اینا و دو طبقه و سه طبقه باعث میشه که بچه های این دهاتی ها که در رفته بودن رفته بودن جاهای دیگه بر میکردن، براشون آفیس میشه، توریسم میشه. یعنی فقط فیزیکال نمیشه. حالا چیزی نمونده تموم بشه ولی من نمیخوام پسرتون سر بره. یا نمونه های خیلی بیشتری هست که مثلا توی این نمونه یکی از کارهای کلام یه بود که به جایی که بیام این تحبه های اگزیستینگ رو خراب کنم اومدم این قسمت های شناوری براش گذاشتم که وقتی میخوان توریست ها میخوان وارد اینجا بشن میبینن جاده درست کنن اینجا. بعد این استفاده میکنن که از اینجاست که پیاده میتونن وارد خونه هاشون بشن و تمام دیسترونس رو شما میذارین استراکچر یه جای دیگه، نمیارین پدر تپه رو در بیارین برای که میخوان اینجا رو دیولوپ کنن. این دیولوپمنتیست درست مثل این که بله دنسر رفته فقط نوک پاشو گذاشه اونجا به جایی که بیاییم کاملاً از بین ببرم. این هم یک پروژه خیلی جالبیه. این یه جزیره هست جنوب چین به نام هاینان آیلند، نزدیک اونجاییست که بهش میگن ساوث چاینا سی که الان خیلی صحبتش هست. اینا چون کنار ساحل خیلی عمقش کمه، این همین شهر هایکو هست بهش میگن هایکو، چون عمقش بسیار کمه اگر میخواستن به اصطلاح این کشتی‌های بزرگی مسافربری بیان اینجا فقط یه قسمتی رو لاروبی کرده بودن که میتونستن بیارن اینجا مسافرها رو بیارن ببرن، ولی این نمیشه. کاری که کردم این بود که از اون جایی که عمق آب یه دفعه گرتر میشه گفتم ما به یه جزیره میسازیم و با یه هایوه یا کازوی وصلش میکنیم به شهر. بعد اینجا جاییست که
این کشتی‌های بزرگ میتونن بیان و مسافرها رو بردارن، دیگه لازم نیست به اینجا دست بزنن. این شروع این جزیره بود. ولی وقتی که این پروژه رو برای ما آوردن، برای ما خیلی مهم بود که اینا خیلی چیز به صورت خیلی سطحی یه کاری کردن، بهش میگن دوبایزیشن اور دیزنیشن. یه کاری کردن همچنین چپ و راست و بعد خب چیکار میکنین؟ انرژیش از کجاست؟ به ما این روتریک باش میاریم، سویجشو با لوله میکشیم تو شهر تصویر میکنیم، آبش چیه؟ از شهر میاریم. نه، شما ها تو این اقیانوس شما شناورین در انرژی. چرا اینو اینطوری دیزاین نکنین که این فیشینگ با انرژی بیه؟ این هاینان ایرلاینز که این همه هم تبلیغ میکنه، اینو به اصطلاح صاحب اینجاست. ما کاری کردیم، رفتیم هدکوارتر اینا و گفتیم که ببینید شماها این قرمز که شما میبینید فیس اولش رو اینا ساختن و این چیزی که میبینید عکس زیرش رو میبینید، اطرافش از این اتاقک های بزرگ بتونی هست که توشون پر سنگ و شن و اینا میکنن، بعد وسطش رو پر شن و اینا میکنن. ما اولی کاری که کردیم این بود که گفتیم یک کاری بکنیم که اولا لبن اینجا که قرمزه، که جنوب قرمزه که هم میشه اینه، گفتیم که اینو پر نکنیم که همه جزیره اینجا رو بگیره، اینجا رو به عنوان یک کانال نگه داریم. حالا ببینید که چه اتفاقی میفته. بعد وقتی اینو نگه میداریم چیکار میکنه؟ این همون فیز اوله، میبینید؟ این فیز اوله. گفتیم اون جایی که الان سنگ و خیلی قشنگه نگه داریم و این تبدیل بشه به یک کانال که فیز دوم که میاد اولا قایقای کوچیک‌تر بتونن بیان برن و در ضمن کلی از نظر لندیوس کلی ارزش‌های جدید بر شما میاره. بعد این سکشایی که من میکنم خیلی مهمه، برای که اینا دارن انرژی لاین اونجا رو مطرح میکنن که شما نمیتونید همینجوری بیاین هر چی دوست دارین بسازید، یه خبرای دیگه هست، دارین باهاش یه کارهای دیگه میکنید. بعد تو سکشن خیلی مهمه، ما همون فرمی که قبلا دیدید وقتی سکشن میکنید این داره همونه متعایی اینا رو کمیگه بس کردید، این همون فیز اولی ساختن. من گفتم خب پس ما تونستیم این کانال رو نجات بدیم. وقتی که فیز دوم که قسمت مهم هست که اینه، اینو یه جوری دیزاین میکنیم که زیر این فیل به جایی که همه رو مثل این با درت پرش کنیم، میتونیم این اتاقک هایی بذاریم که اون باران های بوستنی که میان تو این وکلند ها میان اینجا و اینجا میشه ذخیره همیشگی آب شیرین در این محل. یعنی شما مانسونی که همه ازش در میدن چیزی نمیشه جز ذخیره بزرگ آب شیرین و بعد میتونید آب شیرین اضافتون رو برد کردیم به شهر بدید یه طرف. بعد شما چون در یک قسمت انرژی دریا هستیم، های تاید، لو تاید، ویند انرژی، سولار انرژی، جیوترمال انرژی، همه اینا توشه و آب اضافه هم که هست از اون اشخاصی که زندگی میکنن به صورت سویچ میاد برای لندسکپ استفاده میشه. در حقیقت شماها هر کدوم از این چیزا جزیره های جدید میشه way to fish for energy، به جای اینکه از لند بگیره حتی انرژی رو برمی‌کرده میده به شهر. این is absolutely damn not. بعد این سکشن هم رو داره نشون میده چیکار داری میکنه. در حقیقت ما نیومدیم question کنیم اینا رو که is right or wrong، ولی نه، حالا که میخوای بسازی do it right. برای همین اومدیم نشون دادیم که اونجا تاید انرژی هست، های تاید یا لو تاید هست و چیچی هست و فرکشنال المنت هست، تمام اینا رو پلهمدیگی که میذاریم ببینیم که این کینتیک انرژی مرتب انرژیزا هست و شما جزیرتون همش به اصطلاح احاطه شده با تمام حوادث انرژی ساز. چرا اینا رو نمیدونیم هارنس کنیم و
شما در حقیقت یا فشن فور انرژی بودین هست به کل یه اتیتود دیگه هست. حالا نمیدونم چقدر اینو جدی گرفتم. بعد این بیسکی چای مردی بمونه دوباره اینه من سریع تر رد میشم. بعد این استادی هاییست که داریم الان میکنیم که حتی فرمای این باید فرمهای آفتابگیر باشه. نمیتونید همینجوری هر هایرارکی میخواین درست کنید. بعد حالا این هم یه قسمتی از اون استادی هایی هست داریم میکنیم. همینطور اینجا و اونجا. بعد مثلا اینجا هم حوصله‌تون رو سر نمیبرم. مثلا یه چیزی هم اتفاق میفته. شما قسمت مثلا شمال چین میرید. میبینید که اونجا که زمین چین میاد کنار اقیانوس یه چیزایی مثل که مرض گرفته این چیزایی مثل حوضچه‌هایی هست. اینا چیه؟ اینا هیچی نیست جز اینکه دهاتی ها شروع میکنن این چیز درست میکنن این بکه هایی رو درست میکنن که یه طرفش سدیست که میذاره های تایت بیاد تو و سد رو میبندن. بعد اونجا برای یکی دو ماه شریم فارمینگ رو فیش فارمینگ میکنن. بعد این رو بازش میکنن دوباره این کار میکنن. یعنی این ویت فارمینگ. بعد بعضی از اینا حالا به خاطر هر چی استفاده که نمی کنن میخواستن اینا رو همه رو از بین ببرن و به جاش دوباره از این ساختمان های بیخودی بسیدن. یکی از پیشنهادهای من این بود که ببینید یه جاهایی مثل این دیدایی که شما میبینید رو این خطه که رامیلی این شکلیه سکیل بسیار زیباست. چطوری شما میتونید از بین ببریدش رو؟ بعد آرگومنت من این بود که قطعاتی از اینو گرفتم و نشون دادم که ما میتونیم یه قسمتایش رو بگیریم و چطوری میتونیم با بازی کردن این همون جایی که شما دیدیم درخت داره دو طرفش میتونیم بریم میتونیم با کوتاه بلند کردن این یا هر چی اینا این تبدیل کنیم به یه مجموعه ای که باهاش میتونیم شهرسازی بکنیم درست مثل ونیز و جاهای دیگه. بعد آرگومنت ما این بودش که نمیاییم به صورت آن سسری بود هم کاری بکنیم که در دوبلی انجام شد که هم پدر اینوارمنت در میاره میاد با فرمای ابلهانه شعر یا رو رو میاد مینویسه اونجا چیکار میکنه؟ Don't do it! There's something deeper going on there. بعد میاد روی هر کدومی خطا میتونیم ببینیم که میاد اینا رو میسازه که اگر شما خود من صفحه بار رفتم وقتی میرین اونجا هیچ کدوم نمیتونیم ببینیم که کنار آبیم فقط فروخته شده برای اون 300-400 نفری که دور این هستن پدر اینوارمنت در میاره هم موقع ساختنش همینا. پس چرا شما میخواین اون رو تکرار کنیم؟ پس یکی از کارهایی که کردیم این بود که گفتیم که چرا نمیگیریم مثلا یکی از همینا رو به صورت سیکشن چرا نمیگیریم این طرفشو تبدیل به خونه کنیم و با این کاری کردن شما میتونید از یه جایی که همیشه هست و هزاران سکور مایل اطراف چین هست تبدیل میکنیم به جاهایی که من اینا رو از اون به صورت کویک سکچ هست دارم نشون میدن چه کارهایی باهاش میتونیم بکنیم. یا مثلا یه پروژه دیگه هستش که میخواستن چون اشنام اون این چقدر دیگه وقت داری دیگه همیز هم میشه دو دقیقه راست میگی؟ و این هم مثلا چیز هستش یه پارکینگ خیلی عظیم بود وسط شهر که زیرش بالاش میخواستن یه میدونی درست کنن. من اینجوری پیشنهاد کردن بیاین این رویهی که پارکینگ رو کاور میکنه یه رویه ارگانیک بانند باشه که هم پارکینگ رو کاور میکنه و هم خودش گاهی میاد پشت بوم میشه. خیلی ایده پایونیر هست. اینو دارن روش کنسیدر میکنن و این گاهگاهی به خاطر شیبش میتونه دریاچهی بشه که مثلا بعد از خوش شدن دوباره از بین میره. به هر حال ایده خیلی جالبی هست داریم اون کار کنیم. بعد از اتفاقایی هم که افتاد اینه که بیشتر سواحلی که تو چین هست سواحل بسیار شلو هست خیلی و بعد مثلا پس از یک کیلومتر میاد این ساحل چیز میشه. این خیلی مهم به شما نشون بدم مثلا این ساحل تیپیکال هست که وقتی که لو تاید هست این آب تا یک کیلومتر عقب میشینه و اینجا تبدیل میشه به جای لجنزار و هرچی هتل و اینا هست اصلا نمیتونم پاشونه بزنن تو آب و کسی هم نمیتونید اون سنگلاخ کسافت را بکنید. پس ما کاری که کردیم گفتیم که شما میتونید با لاروبی کردن این و گذاشتن یا به صورت چیز
انگشت یا به صورت جدی بمانن، یه کاری کنیم که اون قسمت گود رو یه دین نزدیکتر بکنیم و این رو ما در 5 تا 6 تا پروژه داریم انجام میدیم. پس ببینید که اینجا مون لند فرم اوربانیسم مدلی مطرح میکنیم. این همون جاییست که یک کیلومتر فاصله داره و داریم سناریوهای مختلف درست میکنیم که اینجا رو میتونید بکنید و باهاش جزیره درست کنید و قسمت گود میاد اینجا و درست همونجوری که هتل هست رو میکنید تو آب لو تاید و های تاید و اینا میشه جزیرهایی که میتونید باهاش کارهایی بکنید. پس این در حقیقت شما بهش میگن لند فرم اوربانیسم، داریم با اینا کار میکنیم. پس میبینید که این اوربانیزمی که من دارم صحبت چی میکنم از رودخونه به اقیانوس به کوه با این داره یک کارایی میکنه و این خب بیشتر و بیشتر هست. و من حالا اینا چیزهای خیلی جالبی هست که وقتی نمیدارم نگاه کنیم ولی همش روی همین نوع اوربانیزم هست. حالا من دارم چه تا اسلایدم از مونکان نشون میدم انبیا ایردان هنگ دقیقی این استودیوی ما هست با لویی کان و این کسی که این موی زیاد داری مثل این خود من هم دارم با این کان ممنون دارم صحبت کنم. و یکی از اتفاقایی که اونجا افتاد با لویی کان این بود که این خب دفترش دونی در کمان سادگی و اینا اینم عکسای مختلفی هست از مثلا پروژه FDR که در مال فرانکلین روزولت که همین دو سال پیش تموم شد و اینجا با داریم رو مارکت اون کار میکنیم و این به صلاح اکسایی هست از مراحلی که روی پروژه ها داشتیم کار کردن. اینو فقط با مزه ببینیم که استودیوی لویی کان چجوری بود. اینم خب دوباره همچین کم نیست الان یادم اومد. بعد لویی کان یکی از پروژه هاش هست اسکول آف منیجمنت در ایندیا. همین می رفتن از جلوی ساختمون عکس می گرفتن. من دیدم بین دو تا ساختمون هایی که این کرده یک فضای بسیار زیبایی هست این بیتوین سپیسیز که کسی را جبین حرف نمیزنه و من تنشون کسی هستم شاید از این عکس گرفتم و میایی مطرح می کنه که در آرکیتکچر این بیتوین سپیسیز آر وری وری بود. درست به تو اون سکوتیست که در شعر داریم یا سکوتیست در موزیک داریم. بدون اون سکوت همه نوت‌ها در زمانه در یک زمان نواخته میشه ولی سکوتی که میذاریم اون بلنس درست میکنم در موزیکی به وجود میره. معماری هم همین داره. بعد اینا یکی از اسکچ هایش که روی من دفتر اون کار میکردم مثلا نمیشه فرق این الیویشن خیلی قشنگ نیست برای اینو یه کار دیگه بکن لویی کان اونجا میاد دیگه اون نمیدونم بروس کرام از این نوت ها مرتب هی هر شب میمونه تا ساعت 3 نصف شب هی برای ما ها مینویش که فردا صبح چیکار کنیم. هم کاری که بیژن تو آفیسش رو بیژن و محمد دارم کنم هم داره لویی کان برای ما میکرد. بعد من روی این پروژه که پولمنو میوزیم هست یه دو سال کار کردم و این چاله کارهای خیلی جالبیه که اینو واقعا ببینید چه جوری هست خوب هست. این کارم خیلی جالبه. مثلا اینو خیلی هم میگن خب این کاری نکرده برای چیز دیگه خطای موازی درست کرده با بتون و روش برداشته با تراورتن این خطای گذاشته خب قشنگ دوست داریم. نه این کاری نکرده شون قشنگی اون چون دید کارگرا و اینا که با زن و بچه و پیر و نورش از قطعات بتون رو رو سرشون میوردن هی میریختن دیواره رو بسازن آخر روز یه چیز کج کله بد ریختی میشد که روز بعد میشد زشتر. گفت ببین سر هر این خیلی جالبه گفت وقتی میرسیم به یک متر استاپ بعد یک لایه سنگ تراورتن بذاریم ببین روز بعد لایه بعد رو بذاریم. این باعث شد که این آرکیتکچر بزرگ داره. نه اینکه من دوست دارم اینا رو اینجوری کنم. نه این necessity of the circumstances. ببینید که آرکیتکچر داره از کجا ریشه‌ش رو میگیره. معناش از کجا میاره. همینطورم یه چیزی که خیلی مهمیه که ون گاگ به برادرش تیو می‌نویسه. میگه در این زمان خیلی کمی که ما روی کره زمین داریم All you can do is exaggerate the essential and leave the obvious unclear. پس می‌بینی که ستاره ها براشون مهم بود اگزاجره میکنه ولی اون ده براشون مهم نبود left it unclear.
بعد لوی کان چیکار میکنه؟ لوی کان میاد تو سی ان وقتی میخواد این اسکچ کنه، ببینید اینو چجوری اسکچ میکنه، اینو اینجوری اسکچ میکنه. Exaggerate essential، اون سایه و کف دست ماننده و اصلا براش مهم نیست اون آرکیتکچر اطراف چیه، اصلش اون سایه است و این در معماری مهمه. حالا من به عنوان شاگردش کاری که کردم، وقتی داشتم اسکچ میکردم این یکی از این پرتوگاه‌های شاه عباسی رو، اگزاجوریشن من این بود که با قرمز اون سایه روشن بیارمش بیرون. هیچ نیست، مهم نیست اسکچ قشنگ یا قشنگ نیست، ولی داریم اون خونه، اون زخم، اون محل رو میاریم بیرون و نشونش میدیم که چطور نور و سایه دارن چیکار میکنن. یا یه پروژه ای هم ما داشتیم در دبی، چطوری میایم به جایی که 5 تا ویلا رو هم دیگه بچسبونیم، میایم شروع می‌کنیم 5 تا ویلا رو پر هم دیگه یه جوری می‌ذاریم که با هم دیگه یه فضای بزرگی خالی درست می‌کنه و بعد هر کس هم بوندیاش از اونجا هست. این من گفتم 5 تا ویلای احمقانه بذارم پر هم، من این کارو نکردم. من اومدم با جملاتی که به هم دیگه افتاده بود یه شعر ساختم و بعد همجوری هست. اسپیشن بریفینگ رو پروژه‌ای که در امریکاست یا اسکیچ‌هایی که من می‌کنم اغلب به صورت خیلی هیچ نمی‌تونیم ببینیم کاملاً چی هست، ولی حس می‌تونیم بکنیم دارم چی میگم توی و بعد دارین فضا رو قبل از اینکه تموم کنیم با اسکیچ رو دارین به اصطلاح فریادتون رو تونا دارین می‌زنین که نشون بدین دارین به کدوم طرف می‌رین و این خود میره جلو تا این آخرین پروژه لویکان. اینم با پسر لویکان و مادرش هریه پترسون که برای ایناگوریشن FDR پروژه اومده بودن اونجا. و چیز شما فیلم مای آرکیتکت رو دیدین؟ همین پسرش نتانیل اینو ساخت. نتانیل 9 سالش بود که من تو آفیس لویکان بودم و با پدرش تلفن بازی میکرد با این بازیشون. بعد وقتی اینجا منم هریت، این یکی از میسترس‌های معروف لویکان هست و لندسکیپ آرکیتکته و با هم روی این پروژه کار کردیم و خیلی جالب بود که پس از 35 سال که بعد از مرگ لویکان وقتی اینو ساختن چطوری اینا با هم دیگه شروع کردیم بعضی از مموری ها رو با هم دیگه صحبت کردیم. وقتی من این دوربینم رو برداشتم و روز خیلی ابری بدجوری بود و وقتی این عکس رو گرفتم خیلی شبیه اسکچ های بلر سیاسفید لویکانی شد. خیلی جالبه که چطوری یه عکس میتونه میاد اون اسپیریت اصلی رو میاره بیرون. بعد مثلا یه اتفاق، یه پروژه دیگه هم که باش داشتم پروژه عباس آباد بود در تهران. میدونی که مثلا پروژه عباس آباد سالای 60 چون تهران داشت به طرف شمال میدم، گفتن این تهران که داره هی میره به طرف شمال، در یه نقطه ای باید تصمیم بگیریم که همون عباس آباده آیا به طرف شرق میره، به طرف شمال میره، به طرف غرب. این تصمیم گرفته شد که در عباس آباد این نقطه ای باشه که شهر به طرف غرب میره چون آب سد کرد اینجاست. و خیلی آرکیتکت ها مثل فرمان فرانیان و داکسیالیس و ویکتور گروهن مال همین لس آنجلس و لویکان و کزاتانگه و جکلین رابرتسون و لیبلین دیویس رو کار کردن. یکی از کارهای خیلی بدی که جواب افتاد اینه که بدونی که در نظر بگیرن شهر تهران که کنار کوه و آب و قنات هست و زندگی هست، اومدن دادن دست این ویکتور گروهن که شروع کرد یه ابلهانه، یه گریدی گذاشت این شهر و پدر تهران رو یکی از شهر ویکتور گروهن داره که یه گریدی گذاشت پرت هایوه یا هایوه اینا و تمام سیستمی که مثلا فکر کنه یه ویکتور گروهن شانس آوردیم نرف روم، پدر روم داره اومد تهران و این به نوعی یه چیزای که بدی بود اتفاق افتاد که از لس آنجلس رفت ایران. بعد این همون موقعی هم بود که آرشیتکت های بزرگی مثل کان و گروهن و وافتر گروپیوس اینا هی میرفتن تو کشورهای چیز در حال توسعه و این پروژه ها رو انجام میدادن. چیزی نموده تموم بشه. بعد این پروژه عباس آباد که با این لویکان کار کردیم و یکی از مثلا اینجا خیلی جالبه که همون موقع با لویکان و دست راست کارهای کنزوتانگه هست که این دوتا برداشت مختلف داشتن از اون قسمت عباس آباد. یکی بود که مسئله آب و شیارها براشون مهم بود ولی کنزوتانگه براش یه چیزای دیگه بود و این خب فرصتی نیست بریم توش ولی خیلی جالبه ببینید چه اتفاقایی افتاد.
در همین مورد به خصوص. این هم اسکچ های لویکانی که من داشتم روی این مارکته، یه مارکتی است در حدود 1 متر در 1.5 متر تا 2 متر روی این کار میکردم که به ما خبر دادن که لویکان سال 74 در برگشت از ایران و هند در ایستگاه پنسیلوانیا یا نیویورک سکته میکنه و من داشتم رو اون کار میکردم که این اتفاق افتاد و کاری که ما میکردیم سکچ هایی رو میگرفتیم و با کلی مدل به شکل میدادیم. بعد این مثلا تهران خیلی مهمه، مثلا خود تهران، خود شمال تهران جاییست که اون قنات ها 7 تا تهران این چیز داره، دره های شمال تهران هست که از اونجا تمام آب تهران به صورت قنات می اومد و وارد اون سطح پلین پایین تهران می شد که اینا همش ایگنور شد. مثلا از درکه و بلنجک و داراباد و گلاب دره و جمشیدیه و داراباد اینا همه از این دره ها آب می اومد و می اومد وارد دشت می شد و می رفت به جنوب تهران. تمام اینا با پروژه های احمقانه مثل ویکتور گروه اینا کاملا از بین رفت، در صورتی که تهران میتونست همیشه شهر خیلی قشنگتری بشه که هنوز هم که هنوز هست. قالیباف و علایس پدر تهران در بردن که has no idea how تهران is built up. این واقعا وحشتناکه اتفاقایی که داره میفته اونجا. بعد یه چیزی هست میگن که شما وقتی که یه ساختمونی میسازید، یه هرچی رو میسازید، معبدی رو میسازید، به قول اینا میگه he who models his sacred images in marble or gold does not make gods out of them. He who prays to them does. پس اولین نفری که میاد پری میکنه اونه که یه معبد رو میسازه، نه تو یه آرکیتکتی که با هرچی میسازی. پس اگر یه آرکیتکچر نتونه به اون معنا برسه هیچ وقت آرکیتکچر نیست. و بعد ببینید که جوادوی میتونه حتی از یک روبا هم میتونه یاد بگیره. دست جوادوی. و بعد شعر معروفی هستش که عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. پس بیوتیفول، یعنی زندگی. این خیلی شعر مهمیه و معقیده من امید همیشه زنده است و در همین مجسمه که for ever is there looking for hope from oceans beyond. و زندگی چیزی نیست جز celebration of life. و آخرین سلاید بند. خیلی